سلام، صبح بخیر. من مرتضی کلهری، شنبه 24 خرداد ماه 1399، استودیوی بورسان تهران با برنامه شمارش معکوس در خدمت شما هستم. خب، با نام و یاد خدا آغاز می‌کنی برنامه شمارش معکوس رو. امیدوارم که هفته‌ای سراسر شادی و خنده و سلامتی داشته باشید. ابتدا مروری داشته باشیم به اتفاقاتی که هفته گذشته بوده و اخبار، و بعد هم بریم سراغ آمار و مهمون‌های خوبمون. اما مهمترین خبری که تا آخر هفته گذشته اومده بود، دستور ریاست محترم بانک مرکزی بود مبنی بر ایجاد کارگروهی برای معاملات آتی سکه، معاملاتی که فکر کنم نزدیک 2 سالی می‌شد که متوقف شده بود و حالا میخواد دوباره سر گرفته بشه. اگر اشتباه نکنم، ارزش معاملات آتی سکه در آخرین روزها شاید بیشتر از ارزش معاملات خود بورس بود، و این نکته خیلی مهمی هست که احتمالاً رئیس بانک مرکزی میخواد با هدایت نقدینگی به سمت این بازار یه بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه رو کنترل کنه. اما یه نکته دیگه‌ای که ما باهاش برخوردیم، پرداخت سود تونگویان از طریق سجان بود. حدود 2 هفته پیش بود که یه امضای مجازی در فضای مجازی پیچید و اکثر افراد دنبال این بودن که سودهای سجان از طریق حساب‌هایی که ثبت کردن پرداخت بشه. نکته قابل توجه این بود که خب یه رقم خیلی قابل توجهی افراد مشارکت داشتن. حالا خدا رو شکر پتروشیمی تونگویان اعلام کرده که ما می‌خوایم که سودمون از طریق سجان پرداخت کنیم. حرکت خیلی مثبتیه و امیدواریم که حالا بقیه شرکت‌ها هم این کار رو انجام بدن دیگه، از اون پرداخت‌هایی که باید افراد برن داخل بانک‌ها و تو صف وایسن یا حتی وقتشون گرفته بشه دور میشیم. نکته جالب توجه دیگه این بود که سخنگوی سهام عدالت اعلام کرده که ما نزدیک به 900 میلیارد تومان ثبت سفارش سهام عدالت داشتیم تا تاریخ 19 خرداد، یعنی دوشنبه، و یه چیزی کمتر از 700 میلیارد تومانش فروش رفت. نشون میده که آنچنان که هیاهو شده بود برای سهام عدالت، خیلی هم ثبت فروش نشده بود و اکثر افراد با توجه به رشد قیمتی که داشت سهامشون رو نگه داشتن. یه چیزی نزدیک به از 7 میلیون خورده از تقریبا آنهایی که 500 هزار تومان سهام عدالتشون بود، از 7 میلیون خورده ای تا نزدیک 10 میلیون تومان الان رسیده، و خب اکثر افراد وقتی رشد قیمت و رشد ارزش سهامو دیدن نگه داشتن. میشه بگی با این ارزش معاملاتی که ما روزانه داریم تقریبا هولوش 11 تا 12 هزار میلیارد تومان هست، این سهام هم خیلی راحت داخل بازار فروش میره و اون جو منفی که ایجاد شده بود رفع میشه. اما یه خبر خیلی مهم این بود که حذف ارز 4200 تومانی بود برای مواد دارویی و ویتامین ها و حالا نهادهای دامی. نکته مهم این بود که آروم آروم داریم از همه تقریبا گروه هایی که ارز 4200 می گرفتن حذف میشه، و حالا ما تقریبا این حجم خیلی زیاد ارزی که بود داره جمعتر و جمعتر میشه و میرسه به کالاهای اساسی که فقط مربوط به مردم هست و نیاز مردم هست. من یادم ابتدای این امر خیلی جالب بود که حتی به مواردی مثلا مثل شکر، برنج و سایر نهادهای دامی هم تعلق می‌گرفت، و خب یه نکته خیلی جالب این بود که من همیشه با خودم فکر می‌کردم چرا مثلا یه پفکی که حتی شاید یک تنقلاتی باشه که مردم مصرف می‌کنن هم باید ارز 4200 بگیره، حالا از طریق روغن به صورت وابستش. اما خب حالا داره کمتر میشه. دارو تقریبا مکمل‌ها، ویتامین‌ها رفتن. شکر که خب اخیراً حل شد و دیدیم که حالا هفته گذشته هم اعلام کردیم نرخ 6300 اومده برای شکر. یه مقداری حالا ارزهای نهادهای دامی رفته، برنج هم رفته، تایر هم احتمالاً میره، و باید ببینیم که حالا این 3 گروهی که موندن، یعنی داروهایی که واقعا احتمالاً داروهای مصرفی ضروری و اساسی مردم هستن، روغن خوراکی و حالا یه مقداری هم نهادهای دامی، به کدوم سمت میره. اما یه خبر خیلی جالب دیگه این بود که بالاخره این دعوای سیمانی‌ها با وزارت سمت به سرانجام رسید، و یه خبری اومد که وزارت سمت اعلام کرده که ما موافقت خودمون رو با افزایش نرخ سیمان اعلام می‌کنیم. البته هنوز اعلام نکرده که واقعا این افزایش نرخ چقدر هست. باید ببینیم که حالا چقدر میخواد افزایش بده. تو فضای مجازی یه چیزی هولوش 20% تا 30% یا حتی من 60% هم شنیدم، و خب میشه بگی که احتمال خیلی زیاد امروز باید جو سیمانی‌ها مثبت باشه. حالا بعد وایسیم تا ساعت 9 بشه و ببینیم که سیمانی‌ها به چه نحوی میرن جلو. خبر مالیات بر خانه‌ها اومده و باید ببینیم که حالا به چه سمتی میرن. نکته جالب توجه اینه که یه مقدار هنوز گنگه و باید ببینیم که حالا اینو میخوان چه جوری اجرایی کنن.
میشه بگی که یک کار خیلی مثبتیه که چند سالی هست که دارن روش کار میکنن و چند سالی هست که میگن به هر حال مالیات خانه های خالی گرفته بشه تا یه مقدار خانه‌ای که کالای مصرف، کالای اساسی و سرپناه مردم هستش بهتر به دست مصرف کننده برسه. اما مرکز آمار رشد اقتصادی 97 رو اعلام 98 رو اعلام کرد و خب متاسفانه نکته بعدی که داشت این بود که رشد اقتصادی با نفت ما منفی 7 درصد بود و خیلی خب عدد بدی هست، اما رشد اقتصادی بدون نفت منفی 6 دهم درصد. و حالا تو گفته میشه که با مصاحبه مسئولین توی بهار امسال ما اتفاقا رشد مثبت داریم بدون نفت. خب این یه نکته خیلی مثبته، اما خب بازم باید ببینیم که به چه سمتی میریم. شاید کرونا یه مقدار اثرش سنگین تر باشه. اما بریم هفته گذشته رو ببینیم. در هفته گذشته، در چهارشنبه گذشته، شاخص کل بورس 3.18% رشد کرد و به محدوده 1,153,679 واحدی رسید. شاخص کل هم وزن از اون کمتر رشد کرد. برای چندمین بار هست که در این اتفاق میفته. نکته قابل توجه این هستش که من اگر حدوداً 98 بود، ابتدای 98 و حالا فصل بهار 98 این عکس بود و ما می‌دیدیم که شاخص هم وزن خیلی راحت‌تر میره بالا، با سرعت بیشتری میره بالا و شاخص کل ازش جا میمونه و اون بازده عجیبی که شاخص هم وزن داخل 98 داده بود یکی از عللش همین بود. اما خب الان داره تقریبا شاخص کل خودش رو جبران میکنه. برای چندمین هفته متوالی و چندمین روزهای متوالی هستش که شاخص کل که مبتنی هست بر سهام بزرگ بازار بازده بهتری میده. اما خودرو، فولاد، فامیلی و ملت، اخابر، پارسان و شپنا بیشترین تاثیر در شاخص ها داشتن. خودرویی که مثبت 30 باز شد و خب خیلی عجیب بود و میشه بگی که یه بخش خیلی زیادی از این افزایش شاخص در روز آخر رو خودرو به عهده داشته. اما در سمت ارزش معاملات، خودرو، شفتا، فولاد و ملت، تجارت، دماوند و قدیر بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. نزدیک به بیشتر از 14500 میلیارد تومان ارزش معاملات روز چهارشنبه بود که عدد خیلی خوبیه. میانگین تقریبا 12000 میلیارد تومان هست. ما بالای میانگین داریم ارزش معاملات رو انجام میدیم و خب نکته خیلی خوبیه، هم برای اینکه بازار به هر حال وقتی ارزش معاملات خوبی داشته باشه میشه بگه که هنوز داره پولها در گردش در بازار هست و هنوز هم بازار سرمایه مورد توجه مردم هست. اما نمای باز معاملات بسته چهارشنبه رو ببینیم. فلزات اساسی، شیمیایی ها، خودرو، بانک ها و یوتیلیتی یا عرضه آب و بخار آب گرم بیشترین ارزش معاملات رو داشتن. خودرو طبیعتاً به خاطر همون افزایش باز شدن 30% بهترین بود، اما شیمیایی ها هم تقریباً که حالا توی هفته گذشته بازده خیلی خوبی داده بودن باز هم آخر هفته بازده خوبی بود، اما خب فولاد و بقیه فلزات هم عملکرد خیلی خوبی داشتن. بیشتر سمت شرکت های بزرگ بود. همونجوری که میبینیم یه مقداری نقاط قرمز رنگ چهارشنبه کمتر هست و بازار خیلی مثبت‌تری داشتیم. حالا باید ببینیم که امروز به چه نحوی هست و به چه سمتی میره. اما در هفته گذشته دلار نیما و دلار آزاد تقریبا بدون نوسان بودن. حالا دلار نیما همچنان در محدوده 16000 تومان، حالا با یه نوسان خیلی کوچیکی هست. دلار آزاد 17 اورد که البته من صرافی ملی رو که چک می‌کردم امروز تقریبا 17500 هم قیمت خورده. سکه رشد 2% داشته و بازده سالانه شدهش 68% هست و ابتدای سال 25% بازده. عدد خیلی خوبی هست برای اونهایی که داخل حالا داخل دارایی‌های سکه سرمایه گذاری می‌کنن. شاخص کل 12.2% هفته گذشته رشد داشت که یه عدد واقعا خوب هست و البته که هموزن هم تقریبا به نزدیکی اون رسید و 11.4. بازده سالانه شده شاخص کل 400% هست و میشه بگی که شاید در بلند مدت 10 ساله بازده بورس و بازده شاخص کل تقریبا با یه فاصله خیلی زیادی از تمام کلاس‌های دارایی جلو افتاده و خب همینه که واقعا تمام مردم رو تا یه حدی سوق داده به سمت بازار بورس و برای اونها جذاب کرده و خیلی حالا فضای مجازی پر شده از این. اما خب همچنان شاخص هموزن همونجوری که اول صحبتام گفتم با 543% بازده سالانه بیشتر از شاخص کل هست و با اینکه حالا چند هفته‌ای هستش که نسبت به شاخص کل عقب افتاده و کمتر بازده میده، اما خب اون بازده نجومی که سال 98 داده بود همچنان داره کمکش میکنه. نفت برنت یه رشد کرد، 41 دلار شد، اما خب آخر هفته برگشت دوباره روی 38 دلار. حالا در موردش صحبت میکنیم. مسی که اومده رو 5800 و داره آروم آروم خودش رو به سطح 6000 دلار میرسونه. مسی که بررفته بود تا 4700 اما خب برگشته اومده بالا و میشه بگی خب تقاضای خیلی خوبی داره، تونسته برگرده بالا.
نکته مهم در مورد مس اینه که خیلی تقریبا همه امیدوار بودن که اون مسی که 4700 دیده خیلی راحت برگرده، به خاطر اینکه تقاضای موثری داره. حتی یه سری کارخونه، یه سری معادنی که جزء تولید کننده های بزرگ بودن در آمریکای لاتین هم تعطیل شده بودن، اما خب با بازگشت اونها سر کار، بازگشت مردم و کم شدن قرنطینه های دولت ها، خب یه مقدار تقاضای بهتری شد. بقیه فولاد CIS، شمش فولاد CIS هم رشد خوبی داشت و روی 375 دلار موندش. نکته مهم اینه که فولاد هم با برگشت چین و تمام شدن قرنطینه در چین برگشته رو به بالا، اما خب هنوز با اون سطح 400 دلاریش فاصله داره و باید ببینیم که حالا فولاد نسبت به مسی که فلز رنگی هست چقدر میتونه بهتر رشد کنه. 14496 میلیارد تومان ارزش معاملات خرده روز چهارشنبه بود که میانگین 11900 میلیارد تومان از ابتدای سال 99 عدد خیلی خوبی هست و میشه بگی که شاید نزدیک به 4-5 برابر همین میانگین رو ما در ابتدای 98 داشتیم و خب این نشون میده که واقعا بازار سرمایه چه مقدار بزرگ شده. اما 735 میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی روز چهارشنبه رو داشتیم. یه نکته جالب برای اینکه فقط مقایسه کنیم اینه که از ابتدای سال 99 نزدیک به 50000 میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بورس شده و برای مقایسه باز هم میگم که در کل سال 98 ما 26-27 هزار میلیارد تومان پول وارد شده بود و خب این عدد شاید نزدیک به 2 برابر کل سال 98 هست. البته که فصل زمستان 98 تقریبا فکر کنم اون نصف پول اون 26-27 هزار میلیارد اونجا وارد شده و رقم خیلی بیشتری در مورد اونجا بوده. همچنان هول و هوش 1000 میلیارد تومان ورود سرمایه حقیقی میانگینی هستش که از ابتدای 99 داریم. باز هم عدد خوبیه، نشون میده که همچنان بازار سرمایه بازار جذابی برای مردمه. یه مقداری هم سیاست‌های خود حالا دولت بگیم و مسئولین و سیاست‌گذارا داره به این سمت میره که تمام نقدینگی جامعه رو کانالیزه کنه به این سمت. این دستور ریاست محترم بانک مرکزی مبنی بر بازگشایی ایجاد کارگروهی برای معاملات آتی سکه هم تقریبا به خاطر همین موضوع بوده که خب بتونه یه بخشی دوباره از اون نقدینگی رو جذب کنه. البته که نباید فراموش کنیم حالا بازو بسته شدن این بازار و در نقطه مقابلش اون حواشی که برای گواهی سکه و صندوق‌های طلا برای 2 هفته پیش اومد، خب یه مقدار ریسکو برده بالا و شاید اون اقبالی که سرمایه گذاران نسبت به 2 سال پیش بازار آتی سکه داشتن و اون ارزش معاملات خیلی خوبی که حتی گاهی بیشتر میشد از خود ارزش معاملات بورس، شاید رخ نده. اما خب به هر حال بازم این حرکت مثبتی هستش که سعی میکنن از تمام ابزارهای مالی استفاده کنن. البته امیدوارم که این ابزار رو به گونه‌ای تغییر ندن که خب اتفاقی بیفته که واقعا نشه استفاده کرد. حالا به طور مثال فروش استقراضی که تقریبا اواخر اردیبهشت، اواخر اسفند ماه و اواخر سال 98 اومد، میشه بگید بلا استفاده است و من خودم هنوز نتونستم بدونم که سازوکار این فروش چیه و تو دور اطرافیان هم ندیدم کسی که بخواد از این سازوکار استفاده کنه. انشالله که این ابزار درست بشه. خیلی تقاضا براش زیاد بود. من یادمه که 96 و 97 افراد خیلی زیادی وارد این فضا بودن و خیلی فعالانه مشارکت میکردن، نقدینگی خوبی هم جذب میکردن، نقدینگی که شاید اگه بره سمت مثلا موارد دیگه یه مقدار آسیبش برای مردم بیشتر باشه. اما ورود بیشترین پول حقیقی مربوط به عام ملت، دماوند، فامیلی، فولاد، زاگرس، سکورد و سینا و در نقطه مقابل شستای ارز اولیه شده و سدید و معادن، آریان و مهان و بترانس بیشترین خروج پول حقیقی رو داشتن. در بخش صنایع، یوتیلیتی، بانک ها، محصولات شیمیایی، فلزات، سیمان بیشترین ورود پول رو داشتن و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله خیلی جالب بیشترین خروج و محصولات کاغذی که همون چکاپ ها میشه بیشترین خروج رو داشتن. چکاپ هایی که افزایش سرمایه داد باز شد، مثبت خورد، اما خب بعدش منفی خورد و حالا داره نوسان میکنه و ببینیم چه اتفاقی براش میفته. همچنان بیشترین ارزش معاملات در سمت سهام هست با 95% و 3.8 در سمت صندوق‌های قابل معامله. یه نکته جالب توجه اینه که روز چهارشنبه از سمت صندوق‌های قابل معامله 43% مربوط به اوراق درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت بود. عدد بیشتری هست نسبت به روزهای قبل. ما شاهد بودیم که خب سرمایه‌گذاری در سهام، بخش سرمایه‌گذاری در سهام روزهای قبل عددهای بالاتری رو می‌دید. اما کرونا ویروس رسیده به مرز 7 میلیون 700000 تا تو دنیا و خب متاسفانه 428 هزار نفر فوت شدن. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و انگلیس بیشترین آمار رو داشتن و خب
یه مقداری هنوز هم در دولت‌ها درگیر این هستن که آیا قرنطینه رو باز کنن باز نکنن، یا اینکه خب موج دوم کی براشون به سر میرسه. ایران جزء کشورهایی بوده که جزء اولین کشورهایی بوده که موج دوم قرنطینه شروع شده. همونجوری که می‌بینیم ما اومدیم روی پیک 3000، بعد اومدیم روی کمتر از 1000، اما خب متاسفانه برگشتیم بالا و همون نقطه قبلی رو دوباره گرفتیم. حالا باز افت کردیم و داریم رشد می‌کنیم. انشالله که خیلی سریع‌تر بره، تقریبا معیشت مردم و حالا کسب و کارها خیلی درگیر این موضوع شده. یه مقداری هم یک سری از استان‌ها متاسفانه خیلی حالا یا رعایت نمیشه یا اینکه مشکلاتی هست، آمارش بد هست. یه سری هم به بازار بزنیم. هفته گذشته نقشه بازار رو ببینیم. هفته گذشته عدد خیلی جالبی اومدن، سهام های خیلی جالبی بود. ما این نکته که جالب بود، من در کامنت ها و پیام های مردم میدیدم که گاهی از ما سهمایی رو میخوان که شاید حالا خود من به عنوان تحلیلگر خیلی باهاش آشنایی ندارم، اما میبینیم که مثلا گاهی این سهم ها ارزش معاملات یا ارزش پول هایی که میاد سمتشون خیلی بالاتر هستش. اما بازارهای جهانی همونجوری که گفتیم، نفت با اینکه اومد 42 دلار رو دید، برگشت اومد روی 38 دلار. حالا هفته گذشته تحلیلگرای خوبمون هم گفتن که اون تصمیم اوپک پلاس تا حدی داخل قیمت نفت دیده شده بود و شاید اون فکری که ما می‌کردیم که شاید مثلا این تصمیم اوپک پلاس مبنی بر حفظ سطح تولیداتشون باعث میشه که حالا نفت بیاد بالای 40 دلار و خودش رو نزدیک 50 دلار برسونه، خیلی درست نبود. میشه بگی که حالا با چشم پوشی از اثر کرونا، نفت 40 دلار تقریبا نفتی هست که برای همه خوبه و عربستان، روسیه و کشورهای دیگه که واقعا یه منبع خوب درآمدشون و بودجه دولتشون به نفت هست، از این عدد راضی هستن. از اون طرف شرکت های دیگه هم که حالا از نفت شیل استفاده میکنن و درآمد اونجوری دارن، اونها هم راضی هستن. اما طلا برگشت و رشد کرد رو به بالا و خب چشمانداز گاهی اوقات شنیده میشه که شاید چشمانداز مثلا 2000 دلار بر اونس داره پایان 2020. میخوام صحبت کنم با آقای محمد احمدیان، کارشناس محترم بازارهای مالی بین الملل، مبنی بر اینکه چشمانداز طلا رو چجوری میبینن با توجه به اینکه خیلی از شما به ما پیام داده بودید که حالا ما طلا چیکار کنیم، آیا طلا بفروشیم طلا بخریم، چشمانداز طلا چجوریه. ما از آقای احمدیان خواهش کردیم که با ما همراه باشه و خب ان شاءالله امروز باهاشون در مورد طلا و چشمانداز طلا صحبت میکنیم. من نمیدونم آقای احمدیان روی خط هستن یا نه. سلام آقای احمدیان، صبح بخیر. شما چشمانداز طلا رو چجوری میبینید و اینکه آیا این عددی که برای اونس جهانی داده میشه، اینکه حالا مثلا انتهای 2020 میرسه بالای 2000 یا حتی مثلا من شنیدم که از چند تا فعالی که در حوزه طلا کار میکردن 2600 رو هم میبینه، با توجه به اینکه حالا پول پاشیه که خود دولت آمریکا انجام داده و اینکه چشمانداز بحران هست و احتمال داره که خب به حال طلا به عنوان دارایی هم در زمان بحران بیشتر تقاضا براش بره، شما چجوری میبینید این رو؟ سلام، صبح بخیر عرض کنم خدمت شما. دوستان اگر اسکرین رو شیر بکنم، من از همین الان توضیحاتم رو در مورد طلا شروع میکنم. هفته گذشته خیلی نوسان داشتیم توی تمام قیمت کامودیتی ها، رشدهای خیلی زیادی داشتیم توی فلزات، مثلا توی مس رشد انفجاری داشتیم، توی طلا اول هفته یه مقداری نزول داشت، بعد دوباره برگشت به 1730 و این نوسان رو دیدیم. برای بلند مدت و میان مدت طلا و خیلی مثبت هستن به چهار دلیل. دلیل اولش کاهش ارزش دلار هست. کاهش ارزش دلار رو شما اینجا میتونید اثرش رو ببینید. چارتی که الان توی به اشتراک گذاری شده، قیمت طلا در 20 سال اخیره به دلار و دلار استرالیا، وقتی که ارزش دلار میاد پایین، خرید طلا به کمک ارزهای دیگه راحت تر میشه. یعنی مثلا طلا توی استرالیا ارزون تر میشه، در نتیجه تقاضاش بیشتر میشه، در نتیجه قیمتش میره بالاتر. حالا اینجا میبینید در سه ماهه اخیر ارزش دلار یه مقداری کاهش داشته. این کاهش باعث شده که طلا قیمتش در استرالیا بیاد پایین، مثلا تقاضاش بیشتر میشه. توی اروپا تقریبا همین اثر هست. مثلا توی آپریل طلای لندن یه چیز حدود 70 دلار ارزون تر از طلایی بود که توی نیویورک عرضه میشد. دلیل دوم اوراق رابطه بین اوراق مصون از تورم و قیمت طلا هست. چارتی که اینجا میبینید یک رابطه 17 ساله رو نشون میده از قیمت طلا و این اوراق که با هم دیگه بالا میرن با هم دیگه پایین میرن.
باز این چارت زمان بازه زمانی خیلی کوتاه مدتتری رو بررسی کرده، از اول سال میلادی تا هفته گذشته که باز اوراق، این اوراق مسنون از تورم رو میگن تیپس، اوراق تیپس نرخ بازدهیشون رو با طلا سنجیده و شما میبینید که خیلی با هم دیگه همکاری دارن، با هم بالا میرن و با هم پایین. حالا برای اینکه جواب سوال شما رو بدم که آیا دلار 2000 دلار رو، ببخشید طلا 2000 دلار رو میبینه یا نه، باز برمیگردم به اوراق تیپس. اینجا ببینید ما الان دیدیم که خیلی با هم دیگه ارتباط دارن این دو تا. الان نرخ بازدهیش منفی 4.4 و اگر برسه به منفی 1 یعنی بیاد تا اینجا، قیمت طلا تقریبا میشه 1950 1900. اگر برسه به منفی 2 قیمت میرسه تا 2200 دلار. حالا چجوری ممکنه نرخ بازدهی این اوراق برسه به منفی 2؟ اگر تورم برسه به مثبت 2.5 مثلا توی آمریکا، حالا چجوری میتونه تورم افزایش پیدا بکنه؟ اگر این سیاست های پولپاشی فدرال رزرو ادامه پیدا بکنه که ما هفته پیش دیدیم که جلسه ای که برگزار شد خیلی حمایت کردن از سیاست های خودشون، گفتن که ما ادامه خواهیم داد و اون ریکاوری که انتظار داشتیم ممکنه حتی چند سال طول بکشه، همین حرف باعث شد که بازارهای سهام ریزش داشته باشه، باز طلا اقبال پیدا بکنه، در نتیجه در بلند مدت روی طلا خیلی مثبت هستم. دلیل دیگه ای که من، اما خب ببخشید آقای احمدی جان، یه نکته این که من داخل اخبار میخوندم گفته شده بود که احتمالاً تا پایان 2021 ما کاهش نرخ نداریم، یعنی خود دولت مردان اقبال به این داشتن که کاهش نرخ ندن، اما شما میگید که وقتی تورم بره بالا احتمال اینکه این تصمیم و از این تصمیم بخوام خارج بشم و باز هم نرخ بیارم پایین‌تر و حتی عدد منفی ببینه هست. وجود داره بله. البته اوراق تیپس با اون ییلد کرو دو تا چیز مختلف هستن، ولی خب کلیه در به شما درست. سومین دلیل اقبال ETF ها به طلا هست و الان خیلی ETF ها پرطرفدار شدن و خیلی سرمایه ها مثلا از فیوچر داره تقریبا میره سمت ETF ها. اینجا رابطه 16 سالی رشد ETF رو میبینید که از اواخر سال 2017 یک رشد خیلی زیادی در میزان خرید ETF هست که مثلا ETF ها طلا میخرن و اقبالی که الان زیاد شده باعث میشه که اینها خرید طلا رو افزایش بدن و مثلا ماه آوریل که دو ماه پیش باشه یه چیزی حدود 100 میلیون تن و 100 تن طلا، متریک تن منظورم اونس نیست، 100 تن طلا از اروپا به از سوئیس به آمریکا وارد شده که نشون میده خیلی استقبال برای خرید طلا زیاد است. با توجه به اینکه متوسط واردات طلا 1.5 تن در ماه بوده به آمریکا، بعد یهو مثلا 100 میلیون تن شد. آخرین موردی که برای چشم انداز مثبت طلا میخوام بهتون نشون بدم این جدول هست. جدولی که میبینید نشون میده که توی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته درصد ذخایرشون چقدر طلا هست. توی آمریکا 77%، توی آلمان 73%. حالا کشورهای کمتر توسعه یافته در حال توسعه، یک کشورهای توسعه یافته‌ای که درصد ذخایر طلاشون پایین هست رو اگه در نظر بگیریم، اینجا مثلا بریتانیا رو میبینید که الان 310 تن طلا داره. اگر اون 9%ش رو بخواد بکنه 10% و همینطور اینا مثلا 1%ش رو بخواد بکنه 10%، 67 تن طلایی که داره میشه 603 تن طلا تقاضایی که به وجود میاد. یعنی اگر این چند تا کشور مثلا بخوان ذخایر طلاشون رو در بانک‌های مرکزیشون از حالا اون درصدی که دارن برسونن به 10%، مجموع تقاضایی که برای طلا از طرف بانک‌های مرکزی ایجاد میشه یه چیزی حدود 1926 تن هستش که 1.8 برابر چیزیه که در سال 2019 نیاز داشتن. اگه بخوام برسونم به 20% تنگ برابر میشه. پس اگر بانک‌های مرکزی هم بخوان خرید طلا انجام بدن، من صدای شما رو ندارم آقای احمدیان، ببخشید. آقای احمدیان یک لحظه جدا خواهده اسکرین من رو زبید بانک های مرکزی بخوان طلا خریداری بکنن، یک تقاضای حجم عظیمی از طلا رو بخوان بخرن که این باز هم حمایت میکنه هستن. پس چهار تا دلیل شد: یک، کاهش ارزش دلار، دومی خرید ETF ها، اوراق اون رابطه‌ای که بین اوراق تیپس و قیمت طلا هست، و تقاضای
احتمالی که از طرف بانک‌های مرکزی است همه اینها از قیمت طلا حمایت میکنه. در نتیجه من چشم انداز طلا رو در برآمدات خیلی مثبت میبینم، تا آخر سال 1750 دلار، سال 2021 1800 دلار و حتی ممکنه تا 2000 دلار و 2200 دلار هم برسه. تا آخر 2021 منظور شما 2200. شما عددی که حالا میشنیدم و میخوندم اینجوری بود که احتمال اینکه مثلا آخر 2020 حتی برسه به بالای 2000 دلار هست و همون حالا موردی که شما فرمودید مثل چشمانداز تورمی پول پاشی ها. درست. خب اگر وقت داشته باشیم بله وقت هست بفرمایید. خب در مورد نفت خام می‌خواستم صحبت کنم. نفت خام یه مقداری قیمتش هفته گذشته پایین اومد، دلیلش این بود که خیلی برای عدم ادامه کاهش توسط عربستان و کویت و امارات یه مقداری خدشه به وجود اومد. ببینید ما چند نوع کاهش تولید داشتیم. یکی این بود که توی آمریکا شرکتی که نفت شیل تولید میکردن کاهش داشتن. یکی اون 9.7 یا 9.6 میلیون بشکه در روزی بود که اوپک پلاس کاهش داشت. یه دونم این بود که عربستان، کویت و امارات خودشون به صورت داوطلبانه 1.1 میلیون بشکه کاهش بیشتری داشتن. یعنی علاوه بر اون چیزی که کاهش میدادن 1.1 میلیون بشکه کاهشی داوطلبانه داشتن که به خاطر رعایت نکردن کاهش تولید توسط عراق و قزاقستان و نیجریه و آنگولا ممکن بود این کاهش تولید از بین ببرن، چون خیلی دلسرد شده بودن. این احتمالش باعث شد که قیمت نفت یه مقداری بیاد پایین. ترس از کاهش تقاضا بود، اون کیس های کرونا بالا رفت که گفتن ممکنه باز دوباره تقاضا رو بیاره پایین. ولی خب حالا اوپک پلاس به توافق رسیده که ادامه دار باشه این کاهش تقاضا. اتفاقی که میفته اینه که ما الان اینجا هستیم و چیزی که یعنی اون 3.2 میلیارد بشکه نفت خام ذخایری است که توی کشورهای OECD هست. اگر ما این کاهش تقاضا رو ادامه دار داشته باشیم تا آخر سال 2020 میرسیم به اینجا و سال 2021 ادامه دار خواهد بود تا میرسیم به اینجا که سال دیگه همین موقع است. سال دیگه همین موقع تازه میرسیم به موقعی که قبل از کرونا سال 2019 میزان ذخایرمون همون حد بوده. بله. و اگر ادامه دار باشه این روند، یعنی اینجا قیمت مثلا نفت برسه بهش 50-60 دلار و طمع نکنن که اضافه تولید بکنن یا تولیدشون رو افزایش بدن، ما میتونیم قیمت نفت رو مثلا تا 70 دلار هم ببینیم اگر این روند ادامه دار باشه، این روند کاهش. اما خب احتمالاً این رخ نمیده دیگه، یعنی اینکه اون به قول شما طمعی که حالا بین دولت‌ها هست و خب و اون درآمدی که از این حاصل میشه براشون، احتمال خیلی زیاد دوباره جنگی رخ میده و شروع میکنن مثلا با افزایش تولید خودشون سهم بازار همدیگر گرفتن یا حالا جنگ رقابتی کردن. نظر شما چطوره در این زمینه؟ خب این یکی از بزرگترین ریسک‌هایی که وجود داره، یعنی همه از این میترسن. یعنی احتمال نفت 70 دلاری به نظرم باید خیلی پایین‌تر باشه تا مثلا احتمال نفت 50 دلاری. من حس می‌کنم نفت 50 دلاری خیلی قابل دستیافتن، قابل دستیابی هست برای آدم، برای دولت‌ها و خیلی احتمال زیاد دولت‌ها راحت‌تر باهاش کنار میان و یه جوری همه خوشحالند این وسط. ببینید الان چارتی که جلوتون می‌بینید یه جورایی سوال شما رو جواب میده. این چارت قیمت نفتیه که توی قیمت سهام شرکت‌های تولید نفت یا استخراج نفت پیشخور شده. حالا اینجا نفتی که توی کانادا تولید میشه شرکت‌های کانادایی رو می‌بینید که متوسط نفتی که پیشخور شده تو قیمت سهامشون 45 دلاره. مثلا اینجا سانکور انرژی 47 دلار، 49 دلار، هاسکی 39 دلار. توی شرکت‌هایی که چند ملیتی و بزرگ هستن مثل اکسون موبیل، بی پی، شوران 56-60 دلار رو می‌بینیم. توتال، داچل و اینی یه چیزی حدود 50-52. و توی شرکت‌هایی که در آسیا و اقیانوسیه تولید نفت می‌کنن مثل پتروچین 61، روسنفت 59، ساینوپک 55، متوسطشون 56. یعنی این قیمت نفت 50-60 دلار پیشخور شده و بازاری‌ها خیلی روی این امید دارن که این قیمت مثلا حالا اون 50-60 دلار باشه. این که میگم 70 دلار اگر ادامه دار باشه اون کاهش تولید. یعنی اگه بخوام جمع‌بندی کنیم صحبت‌های شما، ببخشید من قطع می‌کنم چون برنامه خیلی وقتش کم هست، میشه بگی هم در زمینه طلا هم در زمینه نفت شما اعتقاد دارید که هم حالا تمام عوامل به این سمت میره که احتمالاً ما اعداد بالاتری رو ببینیم برای جفت این دوتا کامودیتی و حالا میشه چشمانداز مثبت‌تری رو دید، چشمانداز مثبت‌تری رو در این دوتا دید مثلا تا پایان 2020 یا تا پایان مثلا 2021.
درست می‌فرمایید، امید به رشد قیمت این دو تا کامودیتی هست با اما اگرهای خاص خودش که یه مقدارشون رو توضیح دادم. حالا برای جمع‌بندی در حد یک دقیقه، چارتی که می‌بینید بریک ایون شرکت های تولید نفت شیر رو نشون میده و قیمتی که اگر مثلا نفت WTI به اون قیمت برسه شروع میکنن به تولید. حالا اینجا 1000 بشکه در روز هستش، میزان تولید درصدشه. من زیاد روی این جدول تمرکز نمی کنم، ولی خب اینو مثلا دوستان اگه خواستن بعدا ببینن میتونن روی زوم بکنن. و در مورد قیمت فلزات، از 3 ماه پیش طلا ذخایرش در حال کاهش، ببخشید مس ذخایرش در حال کاهش بوده، هم توی آمریکا هم توی چین و هم توی اروپا، که در نتیجه قیمتش رفته بالا. الان قیمتی که توی ال ام ای لندن هست از چین بالاتر، ممکنه به خاطر فرصت آربیتراژی که به وجود بیاد از اروپا صادر بکنن به چین، که این باز خودش در چین قیمت ها رو ممکنه یه مقداری متلاطم بکنه. در آخر در مورد سنگ آهن خواستم بگم که 1.2 میلیون تن در هفته در 6 ماهه دوم اضافه عرضه خواهیم داشت. قیمت رو ممکنه از $100 بره پایین، ولی چیزی که برای 12 ماه آینده پیش بینی شده اینی که به صورت متوسط $75 بر تن در 12 ماه آینده قیمت سنگ آهن باشه، که باز خودش قیمت خوبی هست. آره اینم آینده خوبی. ممنون آقای احمدیان از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. همچنین خدا نگهدار. زنده باشید. خدا نگهدار. خب صحبت کردیم با آقای محمد احمدیان، کارشناس محترم بازارهای مالی بین‌الملل. هر صبح شنبه ایشون در خدمت ایشون هستیم و اطلاعات خیلی کامل و جامعی میگن، انقدر خوب توضیح میدن و انقدر خوب عوامل رو تشریح میدن که خیلی نمیشه واقعا بین صحبتاشون صحبت کرد و باید اجازه داد که کامل مباحث رو مطرح کنن. همونجوری که ایشون هم فرمودن، چشمانداز طلا مثبت هست به دلیل همون 4 عاملی که گفتن، و با توجه به اینکه حالا میدونید که طلا داخل ایران علاوه بر نرخ اونس جهانی، خب دلار هم وابسته است. البته عکس العملش نسبت به رشد نرخ دلار یه مقداری بیشتر هست. میشه بگی شاید توصیه بشه به سرمایه گذاران که طلا هم به عنوان یه بخشی از سبد سرمایه گذاریشون باشه بد نیست، و شاید حالا بشه برای پوشش ریسک های مختلف طلا رو هم مد نظر قرار داد. اما بریم روی تابلوی بورس ببینیم چه اتفاقی افتاد. 2% در همین 9 و 12 دقیقه که هستیم، 2% تغییر شاخص رو داشتیم و شاخص 22770 واحد رشد کرد، به محدوده 1,176,449 واحدی رسید. عدد خیلی خوبی هست. فولاد، فامیلی و ملت، شپنا، شبندر، خودرو و معادن بیشترین تاثیر در شاخص رو داشتن. باز هم بزرگان دارن پولا رو میکشن سمت خودشون و دارن، میشه بگی هنوز هم بازی سمت بزرگان هست. اما در سمت دیدبان ارزش معاملات تقریبا میشه بگی در محدوده 1700 میلیارد تومان هست. برای این هولوش 12 تا 13 دقیقه عدد خیلی خوبی هست و شاید امروز هم، حالا ببینیم تا پایان روز چه اتفاقی میفته، ما بتونیم باز هم میانگین 12000 میلیارد از ابتدای سال رو بزنیم و همون محدوده چهارشنبه 14000 میلیارد رو داشته باشیم. اما خودرو، تجارت، فولاد و ملت، سبزوا، فامیلی و شستاق. سبزوا خیلی جالب بود که بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. گفتم جو سیمانی ها مثبت هست و حالا اینکه سبزوا به عنوان یه سیمان خیلی کوچیکی اومده اون بالا و حالا پایین ترش هم میبینیم سه شرق هست، احتمالاً باز هم سیمانی ها مثبت باشه. اما بریم روی نقشه رهاور ببینیم چه اتفاقی میفته. خب خودرو و فلزات اساسی مثبت هستن، بانک ها همینطور و فرآورده های نفتی به مانند روزهای قبل مثبت هستن. البته خب سیمانی ها همونجوری که میبینیم به جز سبزوایی که منفی هست بقیه مثبت هستن. حالا باید باز هم ببینیم چه اتفاقی میفته. در فضای مجازی هم خیلی این آخر هفته حرف بود که حالا با توجه به این افزایش نرخ و اعلام افزایش نرخ برای سیمان چه اتفاقی میفته. یه نکته مهمی که بود این بود که ما روز آخر هفته افت نرخ بازدهی اقصا رو داشتیم و خب اقصایی که عدد مثلا 30% رو حتی من اگر اشتباه نکنم هلوش شهریور 97 دیده بودیم، الان اومده زیر 14% و رسیده به 13%. گفته میشه مثلا حتی نرخ بین بانکی هم عدد پایینتری هست، مثلا هلوش 10-11 یا حتی تک رقمی. یه مقدار سیاست های بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره مؤثر بوده. اوراق خوب منتشر کردن هفته های گذشته، اوراق خوبی بانک ها خریدن، بعد تامین سرمایه ها اومدن اوراق خریدن و هنوز هم فضا هست و اوراق داره به اوراق بلند مدت تری مطرح میشه. تامین سرمایه ها دسته ای بودن که خیلی خوب دسته ای بودن که خیلی خوب بازده دادن در 99. ما تامین سرمایه ملت
ملت، امید، لوتوس و نوین رو داریم داخل بورس. در نقطه مقابل شستا به عنوان تمیتمای امین به عنوان زیر مجموعه شستا میخواد داخل بورس بیاد و احتمالاً حالا تمیتمای سپهری که آقای محمد وطنپور رو چهارشنبه در خدمتشون بودیم به عنوان مدیر عامل هم عرض اولیه بشه. اما تامین سرمایه های اما این کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ اقصا یه مقدار خیلی خوبی اثر میذاره احتمال زیاد روی تامین سرمایه ها. تامین سرمایه که اگه خاطرتون باشه وقتی آگهی هاشون رو بررسی میکردیم داخل کدال، اعدادی که محقق کرده بودن و رشد هایی که محقق کرده بودن یه بخش خیلی خوبیش وابسته بود به نرخ سپرده و خب این کاهش نرخ سپرده احتمالاً اون درآمدهای خوبی که 98 ساخته بودن و رشدهایی که 98 به 97 داشت دیگه محقق نشه. میخوایم صحبت کنیم با آقای علی حسنی صفت، کارشناس محترم بازار سرمایه، در مورد تامین سرمایه ها که ببینیم آیا نظر ایشون در مورد تامین سرمایه ها چه جوری هست. آیا این تامین سرمایه ها میتونن اون اعداد خوبی که داخل 98 محقق کردن رو باز هم 99 محقق کنن یا اینکه نه خب امکانش نیست و یا امکانش نیست و احتمال مثلا زیاد این اعداد نجومی دیگه محقق نمیشه؟ البته که خب الان میدونیم تامین سرمایه ها پی بی فورواردشون شاید در محدوده 13 14 باشه و اعداد خیلی بالاتری رو محقق کردن. یه مقدار چشم انداز رشد سودشون زیاد هست، اما خب میگم این نرخ بهره و حالا اینکه آیا کاهش نرخ بهره منجر میشه به اینکه اینها اعداد پایین‌تری رو در سود و رشدهای پایین‌تری رو نسبت به انتظارات محقق کنن چه جوری هستش رو باید ببینیم. میخوام با آقای حسنی صفت صحبت کنیم. سلام علی، صحبت بخیر. در مورد تامین سرمایه ها و این کاهش نرخ بهره میخواستم نظر تو بپرسم، اینکه آیا اعدادی که داخل 98 محقق شد و خب دیدیم ما رشد سودهای خیلی خوبی تامین سرمایه ها داشتن و اتفاقا یکی از علل این رشد قیمتی اینها در این فصل بهار و بازده خیلی خوبی که دادن هم همین بود، آیا واقعا این میتونه تو 99 تکرار بشه و آیا هنوز هم صنعت تامین سرمایه رو تو به عنوان یه صنعتی که بشه مثلا دستاورد سرمایه گذاریمون داشته باشیم توصیه میکنی یا نه؟ من صدات خیلی پایینه علی، اگه بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کرموری و بینندگان عزیز برنامه بورسان. من برای تحلیل صنعت تامین سرمایه و چشم‌انداز روبروی این صنعت لازم می‌بینم که به چند تا درایور اصلی این صنعت اشاره بکنم و نهایتاً نتیجه‌گیری بکنیم که وضعیت این صنعت احتمالاً در یکی دو سال آینده به چه صورت خواهد بود. من فکر می‌کنم یکی از مهمترین درایورهای در واقع این صنعت از دید کلان وضعیت بازار بدهی در یکی دو سال آینده خواهد بود که خیلی رابطه نزدیک و مستقیمی با بودجه دولت و سیاست‌های دولت دارد. با توجه به اینکه درآمد نفتی دولت سال در یکی دو سال گذشته به واسطه تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و توی سال 99 هم بیش از پیش‌بینی که در واقع دولت داشته کاهش بیشتری پیدا کرده و از طرف کرونایی هم که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و درآمدهای دولت رو تحت تاثیر قرار داده، مجموعه اینا باعث شده که توجه دولت به اوراق بیش از اون چیزی که در بودجه 99 دیده شده پیشبینی مهم باشه که باشه. در واقع 80 هزار میلیارد تومان بودجه بوده که دولت برای انتشار اوراق برای سال 99 لحاظ کرده. پیشبینی ما اینه که با توجه به تصریحاتی که ناشی از عوامل نام برده ایجاد خواهد شد، این مبلغ رو 130 هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد. خب نتیجه این صحبت‌ها این میشه که افق روشنی پیش روی بازار بدهی و تامین سرمایه و ارکان و بازیگران اصلی این صنعت خواهد بود. درایور بعدی که من باید خیلی بهش جدی‌تر اشاره بکنم بحث YTM و اثری که YTM میتونه روی تامین سرمایه بذاره و رابطه اون با صندوق‌های تامین سرمایه‌ها و درآمد بازارگردانی و تعهد پذیرنویسی اون هست. خیلی دقیق‌تر بخوام توضیح بدم، نکته اینه که تامین سرمایه هایی که تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی بسیاری از اوراق دولتی و یا شرکتی رو انجام میدن، عمدتاً این اوراق رو وارد صندوق های درآمد ثابت خودشون میکنن. البته بخشی از این اوراق رو هم به مشتریان بیرونی از تامین سرمایه ممکنه منتقل بکنن و از اونجایی که سهم این مقدار کمه من به اون بخش میپردازم که به صندوق‌های خودشون منتقل کنم. خب انتقال اوراق به صندوق‌های درآمد ثابت تامین سرمایه‌ها اونها رو ملزم می‌کنه که
بازدهی برای صندوقاشون بسازن که با وای پی ام بازار متناسب باشه و از طرفی با بازدهی که صندوق های رقبا هم ایجاد میکنن تفاوت چندانی نداشته باشه و قابل رقابت باشه. خب نکته اینجاست که وقتی وای پی ام بازار بالا باشه، این برای تامین سرمایه ها یک ریسک بزرگ و سنگینه. در واقع اتفاقی که میفته اینه که تامین سرمایه ها در قراردادهای تعهد پذیری نویس و بازارگردانی خودشون مجموع عوایدی که سعی میکنن از کوپن اوراق، از درصد بازارگردانی، درصد تعهد پذیری نویسی، تنخواه و غیره کسب بکنن، درصدی باشه که ریسک های اونها رو برای اینکه بازدهی قراردادشون متناسب با وای پی ام بازار باشه پوشش بده. و وقتی وای پی ام بره بالا، اینا ناچارن بخشی از درآمدهای خودشون رو برای ایجاد یک بازدهی قابل قبول در صندوقهاشون صرف پوشش این ریسک بکنن. اما از اونجایی که ما الان می‌بینیم وای پی ام بازار اوراق توی محدوده 15-16 درصد هست و از طرفی با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در رابطه با نرخ بهره و بهره در واقع سپرده‌های بانکی اتخاذ کرده، پیش‌بینی ما این هست که وای تیم بازار به محدوده‌های بالای 23-24 درصد و محدوده‌های خطرناک برای تامین سرمایه‌ها نره. این موضوع موجب میشه که تامین سرمایه‌ها از منظر وای تیم و هزینه‌ها و ریسک‌های احتمالی از این بابت در امان باشن. البته باید توی پرانتز عرض بکنم که چنانچه وای تیم بازار خیلی پایین باشه، اما از طرفی بازدهی صندوق ها فاصله معناداری بازدهی صندوق های درآمدزا تامین سرمایه ها بازدهی فاصله معناداری با هم دیگه داشته باشن، این هم میتونه تامین سرمایه ها رو متحمل ریسک بکنه. ولی پیش بینی ما این است که در بازدهی چند ماه تا یک سال آینده هم بازدهی صندوق های درآمدزا و هم وای تی ام بازار یک فاصله معقولی نسبت به هم پیدا می‌کنن و ریسک خیلی پایینی رو متحمل تامین سرمایه خواهند کرد. یعنی اعتقاد داری که افزایش، ببخشید میون حرفت، اعتقاد داری که افزایش این حجم اوراقی که حالا خود علتش رو گفتی یه مقدارش بدهی دولت هست و اینکه خب دیگه خب جذاب هست براش، افزایش حجم این که منجر میشه به افزایش پذیر نویسی ها و متعهدها و به دنبالش افزایش درآمد تامین سرمایه ها باعث رشد درآمدی میشه در نقطه مقابلش، خب اما کاهش وای تی ام آنچنان اثری نداره رو درآمدشون و خب اونا همچنان درآمد خودشون رو دارن و ما نمیتونیم مثلا، یعنی نمیبینیم که درآمد تامین سرمایه ها به خاطر افت سپرده کاهش پیدا کنه، به خاطر افت نرخ سپرده در واقع کاهش پیدا کنه. بخوام دقیق‌تر بگم، الان توضیحات من عمدتاً ناظر بر بخش درآمدهای تعهد پذیری نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه است که حدوداً 40-60 درصد درآمد عمده تامین سرمایه از این محله. حالا این بخش رو دارم توضیح میدم که روی این بخش همونطور که فرمودید بخش رونق بازار بدهی و همینطور وای تی ام اثرگذاره که مجموعه عوامل برای این بخش مثبت تعیین کرد. درست. برای درآمدی که حاصل از سپرده ها هست چون من داخل صورت های مالیشون می دیدم که بله بفهم درایور سومی که روی تامین سرمایه ها اثر گذار هست بازدهی دارایی های مختلف یعنی سپرده ها، اوراق و بازدهی بازار سرمایه است که بسته به اینکه چه مقداری از منابع خودشون رو بین این در واقع دارایی ها تخصیص داده باشن میتونه بازدهیشون تحت تاثیر قرار بده. خب قاعدتاً کاهش نرخ سود سپرده ها و همینطور کاهش وای تی ام چشمانداز تامین سرمایه ها برای کسب درآمد از این محل رو برای یک سال آتی تا حدی کاهش میده، یعنی مثلا میشه گفت 2-3% شاید بشه گفت که از این محل درآمدشون کاهش پیدا کنه، ولی از طرفی باز رونق بازار سرمایه به صورت کلی بخشی هست که میتونه به نفع تامین سرمایه ها باشه. ولی اگه بخوایم به صورت مقایسه ای در واقع صحبت بکنیم که هم توی سال 99 تا اینجا بازار سرمایه رو نداشته و هم سال 98 و 97 میشه گفت که از این محل به صورت کلی تامین سرمایه ها اندکی درآمدشون دچار افت میشه، اونم به خاطر کاهش سود سپرده ها و کاهش وای تی ام اوراق خواهد بود. ولی با توجه به اینکه عمدتاً سهم درآمد در واقع ناشر سرمایه گذاری در سپرده ها و اوراق به نسبت کل درآمدشون شاید حدود 10-15 درصد درآمد ها باشه، این کاهش خیلی محسوس نخواهد بود به نسبت چشمانداز روشنی که در بخش قبلی عرض کردم. یعنی اعتقاد داری که اون بخش قبلی و رشد
درآمدی که تو بخش قبلی میبینی به اصطلاح میچربه به این سمتی که ممکنه باعث کاهش بشه و ما احتمالا پایان 99 باز هم رشد درآمدی خوبی رو ببینیم. حالا رشد درآمدی خوب منظورم اینه که اون اعداد مثلا 70-80% که داخل 98 به 97 محقق کردن و شاید مثلا داخل 99 و پایان 99 هم ببینیم. حالا من رشد 70-80% رو که نه در اون حد نمیبینم، ولی 30% یا شاید 40% رو معقول میدونم. بعد بفهم بفهم شما باید حتما بهش اشاره بکنم. قانون اخیریه که در رابطه با اختیاری شدن تعهد فضای نمیتی اوراق در واقع توسط سازمان بورس منتشر شده تصویب شده، باید توضیح بدم که احتمالا چه اثراتی خواهد گذاشت بر سهم سرمایه‌دار. من نظرم اینه که برای تحلیل این موضوع باید از دو منظر نگاه بکنه. خب اوراقی که سهم سرمایه ها تعهد فضای نمیتیشون انجام میدن بخش شرکتی و بخش دولتی. به نظر من توی بخش شرکتی با توجه به اینکه شرکت ها برای انتشار اوراق ملزم به تعیین بازارگردان هستن، مدل قراردادی اونها با سهم سرمایه ها در مجموع تغییری نخواهد کرد. سهم سرمایه ها به دنبال این هستن که عواید ناشی از کوپن اوراق و درصد تعهد فضیر نویسی و بازارگردانی و تنخواه و همه عواید ممکنش در مجموع به نحوی باشه که ریسک های تامین سرمایه و YTM رو پوشش بده. پس زمانی که تعهد فضیر نویسی اختیاری بشه، تامین سرمایه ها در صورتی با شرکت ها در اون قرارداد می‌بندن که درصد بازارگردانی کاور بکنه اون چیزی که ریسک های اینا رو پوشش میده. پس به نظر من از این محل خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیرن. اما از دید اوراق دولتی در مجموع با توجه به اینکه 10-15% درآمد تامین سرمایه ها عمدتا از محل تعهد فضای نمیتی اوراق هست، ممکنه تا حدی تامین سرمایه تحت تاثیر قرار بده. ولی از اونجایی که اثرات این موضوع برای اوراق دولتی روی این بیزینس برای من و خیلی از فعالای این بیزنس خیلی روشن نیست، نمیتونم دقیق بگم که آیا زیاد متاثر خواهند شد و یا کم متاثر خواهند شد. من به نظرم تا حدی از این منظر هم برای بخش اوراق دولتی در واقع یه نقطه منفی به حساب میاد. داریم به عنوان جنبندی حالا ببخشید خیلی وقت کم هست، به عنوان جنبندی شما صنعت تامین سرمایه رو برای اینکه داخل سبد سرمایه گذاری بذاریم در سال 1399 مناسب میبینید یا نه؟ یا مثلا به نظرت خیلی رشد قیمتی داشتن و شاید دیگه اینجاهای یعنی خریدشون تو این قیمت ها خیلی توصیه نمی کنی بهشون؟ من بخوام توضیح بدم، به نظر من اگریگیت این توضیحات اینه که صنعت همچنان رو به رشد هست و نکات مثبت اون به نکات منفی میچربه. اما اینکه بخوام مشخصا توصیه بکنم که الان فرصت خرید هست یا خیر، با توجه به رشدهای قیمتی زیادی که هم توی این صنعت هم توی صنایع دیگه اتفاق افتاده، توصیه روشن واقعا سخته. من به نظرم یکی از اصلی‌ترین پارامترها نظر هر فرد در رابطه با کلیت بازاره. اگه فکر کنید که کلیت بازار همچنان رشدی هست در افق میان مدت، قاعدتا با توجه به رشدی بودن این صنعت هم در واقع مناسب به سرمایه گذاری است، چون در حال رشد. ولی اگه کلیت بازار رو فردی در واقع منفی مشکل باشه نسبت به اون، خب باید یه مقدار احتیاط بکنه که خریدش رو سعی کنه تو قیمت های مناسب در خرید کنه. ممنون علی بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. سلامت باشید. موفق. خدا نگهدار. خب صحبت کردیم با آقای علی حسنی صفت، کارشناس محترم بازار سرمایه، در مورد صنعت تامین سرمایه. همونجوری که دیدیم برخلاف چیزی که فکر می‌کردیم، خب این کاهش نرخ سپرده احتمالاً اثر کمتری داره بر روی درآمد تامین سرمایه‌ها و خب این بزرگ شدن حجم بازار بدهی و انتشار خیلی بیشتر اوراقی که توسط دولت انجام میشه احتمالاً درآمدشون رو بیشتر می‌کنن. اما خب نتونستیم واقعاً نتیجه‌گیری کنیم که آیا واقعاً دیگه به عنوان یک صنعتی که داخل سبد سرمایه گذاریمون باشه مناسب هست یا نه. یه مقداری هم طبیعی هست، خیلی بازار رشد کرده، نزدیک 120% ابتدای سال ما رشد بازار رو داشتیم و خب میگم تامین سرمایه هم بازدهای خیلی خوبی دادن و شاید دیگه توصیه به خریدشون اینجا خیلی معقول نباشه. با اعلام ساعت 9:29 بریم روی بازار سرمایه ببینیم چه اتفاقی افتاد. در این چند دقیقه که نبودیم 2.44% رشد داشت بازار و تقریبا 0.5% نسبت به قبل از صحبت با علی حسنی صفت رشد داشتیم. 1,181,000 واحدی شدیم.
همچنان فولاد فامیلی، فارس و ملت، شپنا و امید و شبندر بیشترین تاثیر رو در شاخص داشتن. پالایشی ها بعد از اون گزارش خیلی بدشون یه افتی داشتن، بعد یه باز شدن خیلی عجیب و غریبی داشتن و خب همچنان باز هم مثبت هستن. میشه بگی که دیگه پالایشی ها انگار دارن از خرید بر مبنای سود و تحلیل خارج میشن و یه جورایی اون ارزش جایگزینی که یه بخشی از مهمونهای ما هم بهش اشاره کردن داره رخ میده. اما فلزات همونجوری که خب دیدیم مهمونهای هفته قبل هم اکثرا گفتن که ما فلزات رو روش مثبت هستیم، اون هم داره بازده خیلی خوبی میده و یه حجمای خیلی عجیبی داره میخوره. بریم سمت ارزش معاملات، نزدیک به 3200 میلیارد تومان ارزش معاملات داشتیم، عدد خیلی خوبی هست برای همین هولوش نیم ساعتی که بودیم. همچنان خودرو، تجارت، شستا و سه شرق، جالب بود سه شرق حالا اومد بالا جای سبزبا و قدیر و ملت و سبا بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. باید حالا ببینیم تا آخر بازار چه اتفاقی میفته. من پایین‌تر قپینور هم می‌بینم، قپینوری که رفت تجدید ارزیابی داد و خب دوباره باز شد و عدد مثبت دید، همچنان داره اعداد حجم های خیلی خوبی میخوره. داخل این لیست ما چکاپا، قپینو و حالا یه سری سهم های دیگه نشون میده که اگه خاطرتون باشه مهمون های زنگ پایان ما هفته گذشته اعلام میکنن که همچنان بازی سمت تجدید ارزیابی هست و انگار بازار هم یه بخشی از پول و یا یه بخشی از اون سودشون رو میبره سمت تجدید ارزیابی و یا بهش توجه میکنه. اما نقشه رهاورد رو ببینیم چه اتفاقی افتاد. همچنان فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها، غذایی، خودرو، بانک ها و فرآورده های نفتی همچنان مثبت هستند. انبوهسازی، صنعت ساختمانی که هفته پیش بررسیش کردیم، اون هم مثبت هست. انبوهسازی که قطعا با حالا EPS و سود تحلیلی خریداری نمیشه، بیشتر داره سمت اعدادی که بابت ارزش جایگزینی هست خریداری میشه. اما در این چند روزی که در این آخر هفته آگهی های کدال چند تا نکته خیلی جالبی داشت، من میخوام با همدیگه یه مروری هم بکنیم حتما. پکرمان، صنعت تایری که یه افزایش نرخ گرفت و نکته جالب توجه همون ارز 4200 بود که بابت یک بخشی از محصولات و مواد مصرفیشون میگرفتن حذف شده بود، رشد 146 درصدی رو نسبت به سال قبل داشت که خب عدد خیلی جالبی بودش و برای یک لاستیک ساز و یک تایر ساز عدد خیلی خوبی بود. تخمین که در آخرین اجماع تحلیلگران داشتیم برای سال 1399 نزدیک به 153 تومان بود که باز هم میشه بگید تقریبا رشد 100 درصدی رو تحلیلگران مد نظر دارن. اما قپینوی که گفتیم و پفک نمکی زن بازار، سود 147 میلیاردی 98 داشت و 53 میلیارد تومان فقط 97 داشت، یه عدد خیلی خوب خیلی جالب هست برای یک شرکتی که تنقلات میزنه و یه خوب یه عدد خیلی خوبی رو محقق کرده و رو به رشد هم هستش. یه نکته قابل توجه در مورد قپینونی که شرکت زیر مجموعه داره که در حوزه لوازم بهداشتی، آرایشی و حتی مواد غذایی هم فعالیت میکنه و این شرکت از سال 96 به 97 و 97 تا داخل 98 سودش چند برابر شده و از زیان به سود خیلی خوبی رسیده. من صورت مالیاشو که نگاه میکردم از زیان 96 به سود 40 میلیاردی سال 98 رسیده، خب خیلی جالب بوده. اما نوری که تا حالا چندین بار در موردش صحبت کردیم داخل برنامه، یه افزایش سرمایه 200 درصدی رو اعلام کرده هیئت مدیره میخواد بده. نوری میدونیم که یه طرح شیرینسازی برش سنگینش داره و در کنارش حالا اگر دنبال کرده باشید برنامه رو، هنگام رو هم از خلیج فارس خریده و اونجا هم داره وارد حوزه اوره میشه و احتمالا میخواد این رو برای مخارج سرمایه‌ایش اونجا هزینه بکنه. ملت در اول صبح چهارشنبه مجوز افزایش سرمایه‌اش از سمت بانک مرکزی اومد از تجدید. یه نکته خوب اینه که ما یه افزایش سرمایه دیگه از ملت داریم برای سود تسعیر سال 97، قطعا سود سال 98 هم یه تسعیر دیگه داریم و احتمالا یه افزایش سرمایه هم از اون داریم. با توجه به اینکه دلار 9000 تومانی برای شناسایی ارز بانکی ها اعلام شده، به نظر میاد این تداوم سود تسعیر شناسایی کردن در بانکی ها و حالا به خصوص بانک ملتی که یه مقدار تراز ارزش بالا هست، 7 میلیارد دلار اعلام کرده بود تقریبا، احتمالاً برای سالهای آتی هم هست. این قیمت 2000 تومانی هم که برای ملت می‌بینیم نشون از همین میده که بازار همچنان چشم داره به اعداد بالاتری برای تسعیر این شرکت. اما جم گفته که می‌خوام یه افزایش سرمایه 30 درصدی بدیم برای جبران مخارج سرمایه‌ایمون و خب خیلی نکته مهمی هستش که این قضیه رو می‌خواد از آورده انجام بده. یه نکته خوب و قابل تقدیر اینه که با توجه به این حجم نقدینگی 1000 میلیاردی متوسطی که داخل روز داریم، شرکت‌ها باید برن به این سمتی که اعداد
باید برم به این سمتی که از آورده افزایش سرمایه بدم و این پولی که حالا داخل بازار هست و جایی که فقط بخواد قیمت سهم عوض بشه و ما همجوری فقط منتظر باشیم که اعداد 1000 2000 3000 قیمت سهم ها بالاتر بره، واقعا این پول بیاد تو ترازنامه بشینه، بیاد و خرج مخارج سرمایه شرکت ها بشه. پارس اعلام کرد که ما از عرضه آریا 133 تومان تقریبا سود بردیم، در آخرین اجماع تحلیلگران تخمین 1400 تومانی رو از سود پارس داریم. یه مقدار البته قیمتش خب رشد کرد طبیعتا سر آریا، اما به نظر میاد خود آریا همچنان جذابتر از پارس باشه با توجه به اینکه خب یه شرکت ارز اولیه هست. باید ببینیم البته در کجا متعادل میشه. اما فسوربی که اگر اشتباه نکنم نزدیک 2 سالی هستش که این بحث تجدید ارزیابی زمینهاش و حالا تجدید ارزیابیش مطرح هست. مثلا ما از یادم مجمع سال گذشته هم مطرح بود که چه اتفاقی میخواد بیفته برای این تجدید، اما خب بالاخره داخل سال 99 اعلام کرد که ما میخوایم تجدید بدیم و تصویب هیئت مدیره رفته، اما خب عددش مشخص نیست، گفته که حالا این تصویب بوده. بعد ببینیم که کارشناسا چه عددی رو میدن. عدد خیلی بالایی هم براش مطرح میشد. من یادم سال گذشته که بررسی میکردیم اکثرا در فضای مجازی یا کارشناسا که صحبت میکردیم عدد بالایی میگفتن، نشون میده همچنان تجدید ارزیابی باز هم برای بازار جذاب است. و اما آخری سخوز شناسایی سود سال 99 الاماره رو در کنفرانسش گفته ما همون سال 99 شناسایی میکنیم و یه مقداری همچنان الاماره مبهم و گنگ هست، باید ببینیم که به کدوم سمت میره الاماره. الاماره ای که از 4-5 تا حالا سیمانی با هم دیگه رفتن داخل عراق و خب یه دونه شرکت زدن و حالا کلینکر اونجا رو تعمیم میکنن. البته گفته که ما برنامه هم برای تجدید ارزیابی نداریم. با اعلام ساعت 9:36 دقیقه میخوایم برنامه شمارش معکوس رو به پایان ببریم. یه مقداری شرمنده اگر وقت کم بود، برنامه حجمش زیاده، ما مجبوریم خیلی اطلاعات رو سریع‌تر برسونیم. ان شاء الله ما رأس ساعت 12:45 با برنامه شمارش با برنامه زنگ پایان در خدمت شما هستیم. یه نکته هم عرض کنم که یه تعداد خیلی زیادی پیام اومده بود که ما میخوایم وارد بورس بشیم، نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم یا از کجا شروع کنیم یا اینکه چرا تحلیل شرکت نمیذارید. من خبر رو به شما میدم که ما ان شاء الله در هفته جاری و حالا هفته بعد 2 تا برنامه جدید به کنداکتورمون اضافه میشه، یه برنامه مختص خود شرکت ها و یه برنامه هم مختص افرادی که به صورت مبتدی هستن حالا میخوان وارد بازار سرمایه بشن و اینکه از کجا شروع کنن. قطعا اونجا جواب همه سوالاتی که برای ما میفرستید هست. با ما همراه باشید. 12:45 با برنامه زنگ پایان. خدا نگهدار.